مزار مقدس حضرت زید علیه السلام در کشور عراق میزبان برگزاری یک جشنواره قرآنی با محوریت زندگی و موضع های این امامزاده عظیم و شن بود مراسم افتتاح این جشنواره قرآنی که با عنوان حلیف القرآن و فارس, فارس المیدان و برای دهمین ده سال برگزار می شود با حضور دهاتن تن از مسئولان محلی و چهره های فرهنگی و شیعیان و ارادتمندان به ساحه مقدس اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلام برگزار کردید. در همین حال شیخ قاسم الحسناوی تولیت مزار حضرت زید ابن, زید ابن علی علیه السلام در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اخبارشی گفت این جشنواره قرآنی علاوه بر سخنرانی و برنامه‌های اصلی نمایشگاه عکسی را برپا کرده و شاهد حضور تعداد قابل توجهی از پژوهشگران، فعالان، دانشجویان و اخشار مختلف مردم بوده است. از سوی دیگر علی مهدی عضو شورای اداری اداره مزارهای شی در سازمان اوقاف عراق طی اظهاراتی برگزاری این جشنواره را یکی از فعالیت‌های فعالیت های سالانه این ارگان در مسیر تعظیم شعائر دینی و اسلامی دانست گفتنیست حضرت زید فرزند امام سجاد علیه السلام و نوه امام حسین علیه السلام در طول عمر با برکت خود خدمات زیادی در راستای نشر دین و معارف اهل بیت و دفاع از ساحت مقدس آنان ارائه کرد و در نهایت توسط دشمنان اسلام و مسلمین به جایگاه رفیع شهادت نائل گشت